سلام، خوش اومدید در این گیم شو و اسپویلر تایم قسمت آخر از سریال ویچر فصل اول. خب توجه نکنیم که قسمت هفت رو نگفتم، در واقع میخواییم این قسمت رو هفت و هشت رو به عنوان قسمت آخر در نظر بگیریم، چون درستش هم همینه. این دوتا قسمت های به هم چسبیده هستن کاملا و از اونجایی هم که این سریال به صورت یک کلی اومده، میتونیم بگیم اینا اصلا یه اپیزود در کل و بعد پشت سر هم اصلا نگاهش کنیم تا متوجه موضوعش بشین. هرچند که اصلا میدونم خیلی ها اصلا کل هشتار یه دفعه نگاه کردن که به نظرم اشتباه بزرگیه، کاملا مغز خودتون رو پر میکنید با هزاران سوال بدون جواب، در حالی که بهترین روش برای دیدن این سریال اینه که یه قسمت رو نگاه کنید قشنگ متوجه شده. اینا رو، این حرفایی که میزنم برای اونایی که دوست دارم بفهمن، کسی که نه فقط الان دیگه ویچری اومده حالا میخوام نگاهش کنم، اون اوکیه، اون کاری من ندارم. کسی که واقعا عشق ویچرن و دوست دارن این سریال بهشون بچسته، باید هر قسمتو که نگاه کردی یه دور، بعد یه دور دیگه یا بیا اسپویلر تایم رو نگاه کنی که بفهمی قضیه چیه، بری بعد از دوره نگاهش کنی، اون موقع برات بشینه داستان. که وقتی الان میرسیم مثلا به قسمت 7 و 8 دیگه همه دنیا سازی ها ورلد بیلدینگش به قولن انجام شده، شما دنیای ویچر رو میشناسین و حالا 7 و 8 نگاه می‌کنین، چون توی این 7 و 8 دقیقاً برمیگره به قسمت اول، ولی از یه بعد دیگه بهتون نشون میده، همه چیز رو به هم میرسونه، تمام خط داستانی ها رو به هم وصل می‌کنه. تو کل این مدتی که ما مثلا ما داشتیم نگاه می‌کردیم این خط داستانی ها پشت پردش چه اتفاقی داشته می‌افتاده. خلاصه این دو قسمت بسیار قسمت های باحال و خوب، باحال که نه، خوب، عالی و هنری بود. از بعد تکنیک های سی جی اصلا باید فقط تعظیم کنم جلوش که واقعا سی جی های عالی، صحنه های نبرد بسیار زیبا، یکی از بعد داستانی، یکی از نبرد های مهم داستان ویچر رو ببینیم و منو خیلی هیجان انگیز زده میکنه برای اینکه فصل بعد، فصل دو چه شود. یعنی اینجوری بهتون بگم، هری پاتر گیم آف ترونز فصل بعدی و خود ویچر، هری پاتر گیم آف ترونز و دنیای ویچر، این ستا رو هم ترکیب کنید تو قسمت، تو فصل بعد خواهید دید و کف و خون قاطی میکنید قطعا، اگه اون چیزی که اگه طبق داستانش برن جلو که در اینجا رفتن. نکته که تو قسمت قبلا گفتم، تغییراتی داده توی داستان، یه سری از شخصیت هایی که خوبن رو داره بد میکنه، میدونی، یعنی زیاد از حد داره شیطانشون میکنه اون شخصیت ها رو. منم نمیخوام بگم حالا چیه، مهم نیست، داره میبره جلو، قشنگ داره میبره جلو. و اینم گفتم که برای کسی مثل من که مثلا کتابا رو فول خوندم، چند بار خوندم، وقتی که تا اینجا، تا این مثلا قسمت های 6 و اینا همش دیدم که این اونجاشه، این اونجاشه، ولی وقتی میبینم داره کاراکترا رو یه جوری پیچش تو داستانشون ایجاد میکنه و بعضی ها رو مهربون میکنه، بعضی ها رو بدجنس میکنه، میدونی؟ این کاراشون خوشم میاد، یعنی منم دیگه الان نمیدونم میخوان چی کار کنن. و تا اینجایی که دیدم اینقدر پایبند بودم به داستان، این منو امیدوار میکنه که اگرم بخواد نوآوری بکنه، نوآوریاش تریپ گیم آف ترونز نیست، نوآوریاش نوآوریایی که هیجان انگیزترش میکنه، سینمایی ترش میکنه. این نظر منه. در کل این سریال کاملا من راضی کرد، واقعا فراتر از اون چیزی که اصلا انتظار داشتم رفت. میتونید به این نوشته های من و حرفایی که قبلا درباره زدم رو ببینید. گفتم نه، این هنری کیویل خوب نیست، این سوپرمن بوده، من اصلا باورم نمیشه. من هنری کیویل بست، یعنی بهترین بود، بهترین دیگه بقیه الان گرالت بازی تو ذهنم رفته، هنری کیویل رو فقط دارم میبینم. من همیشه گرالت بازی تو کلم بود، ولی الان هنری کیویل تو ذهنم رفته. خیلی خوب بازی میکنه. ینفر عالی در آورده نقش خودش رو، یه دختر 23 ساله است، یه دختر 23 ساله اینقدر قشنگ نقش یه زن چیزو بازی میکنه. باز هم میگم برید به حرفای من گوش کنید، تو چیزایی گفتم خب مگه میشه، میگفت دقیقاً جمله این بود که ینفر یه زن بزرگه، ینفر یه دختر 16 ساله نیست، دقیقاً این جملات خودمه. خب الان میگم نه، واقعاً فراتر از انتظار من ظاهر شد، خیلی خوب داره بازی میکنه، مثلا نوع حرف زدنش. و میخوام یه نکته بهتون بگم، این فصل در واقع فصل ینیفر بود، شما داشتید شخصیت ینیفر رو میشناختید، ببین فکر کنید بهش قشنگ، شما داشتید به قول به انگلیسی میگن کاراکتر آرک ینیفر رو نگاه میکردید، پیچش داستانی شخصیت ینیفر رو داشتید نگاه میکردید. اینکه ینیفر از یه دختر کج و کله تبدیل میشه به یه جادوگر قدرتمند،
بقیه شخصیت ها شما هیچ پیچش داستانی اونجوری توشون نمیبینید. فصل‌های بعدی قطعاً پیچش‌های داستانی در رابطه با سیری می‌بینید و احتمالاً گرالت هم مقدار پیچش داستانی خواهد داشت، ولی این فصل فصل یریفه بود. احتمالاً فصل بعدی هم فصل گرالت و سیریه، بیشتر سیری. و میگم سیری هم خوب بازی میکنه، تمام بازیگرها خوب بازی میکنن، بعضیاشون یه مقدار خوب نیستن. مثلا خیلی آدم به تریس مریگولد ایراد میگیرن، خوب بود، شاید اون چیزی که من فکر میکردم نبود، ولی بازیگر خوبیه دیگه، داره بازی میکنه. ببین بعضی وقتا هست اون کسی که داره نقش رو انتخاب میکنه برای این بازیگرها، خب اوکی قیافش خیلی شبیه اونه، ولی میتونی این کاری که من میخوام بکنم بکنه؟ میدونی این مهم اینه که بتونه نقش رو بازی کنه، وگرنه بله هزاران نفر میتونن نقش ماتریکس اون چیز رو بازی کنن. فیلم ماتریکس اون نقش کی بود اسمش؟ همونی که کیانو ریوز بازی میکرد، لئون بود، لئون بود، چی بود؟ اونو هر کسی یه عینک بتونه بزنه بهش واسه بازی کنه، ولی آیا اون میشه کیانو ریوز؟ نه، محاله بتونه چیزی که کیانو ریوز آفریده رو چیز کنه. یا مثلا خفن ترین مثال گادفادر، شما گادفادر مارلون براندو رو توش ببینین، مادر نذارید کسی بتونه بهتر از اون نقش دون کورلیونه رو بازی کنه. هیچ کسی نمیتونه اونو بهتر از چیز بازی کنه، مارلون براندو. اصلا بحث ندارم، یعنی نه آل پاچینو میتونه بهتر بازی کنه، نه رابرت دی نیرو، هیچ کس. خب و بحث همینه، این مهم اینه که بتونه نقش رو در بیاره. هنری کیبل جالبیش اینه، انتخاب نقشش خودش اصرار داشته که من بخوام این نقش رو بازی کنم. وقتی میبینید داستانش رو تو مصاحبهاش میبینید که هنری کیبل به ایجنتش خیلی اصرار داشته که من این نقش رو میخوام و هی زنگ میزده، بعد نویسنده میگفته ما هنوز شروع نکردیم، بعد دیگه به زور گفته خیلی خوب حالا بیا یه بار یه تست بگیریم، و یه تست ازش میگیرن همون بار چیز مثلا البته بعد میگفت بعد از 120 تا مثلا گرالت دیده بودیم تا دیدیم گفتیم خودشه. مثلا یکی از شخصیت هایی که اولین برداشت انتخاب شده یریفره، و اینجا بعد از اینکه سریال تموم میشه میبینیم درست انتخاب کردن، این دختر داره قشنگ بازی میکنه. من اصلا کاری ندارم تو بازیش چی بوده، من آدمی هم که عاشق بازیاش بودم، در صد پله از خیلی ها که ادعاش میشه عاشق این بازی بودن، انقدر عاشقش بودم که رفتم شروع کردم هفت جلد کتابش ترجمه کردم. فکر نکنم کسی اندازه من عاشق اون ویچر باشه. دارم میگم خوب بازی میکنه، اگه دوست دارید اوکی، من نظر شخصی شماست. به نظر من در آورده نقش خوب، یه دختر 23 ساله اینقدر قشنگ مثل زن بالغ، اصلا نوع صحبت کردنش داوسته، خیلی آدم کیف میکنم اصلا. و در کل میگم سریال عالی بود. بریم برای بخش اسپویلر تایمش که میخوام براتون بشکافم بشید دوتا قسمت رو. خب این قسمت با خط داستانی سیری شروع میشه، سیری که تنهاست دیگه، اون پسر الفن ولش کرده، اومده یه جایی گرسنه است، میره توی بازاری، یه ضرورتی بعدن میخواد بدوزه که یه دفعه مردی مچشو میگیره، بهش میگه که کجا میخوای بری دوز کوچولو؟ میگه اسکالگه. بعد بهش میگه خب چقدر تا اونجا راهه؟ میگه سیری میگه چقدر تا اونجا راهه؟ میگه با اسب یه هفته. میگه با پای پیاده چقدره؟ میخنده که یعنی اصلا پای پیاده راهی نداره. بعد یه زنی اونجا وایساده با یه اسب سفیدی، زنه بهش میگه که بچه جون اینجا تنها بودن خطر داره، توی این شهر تنها بودن خطر داره. که سیری نگاهش میکنه میگه پس اینجا مثل همه جای دیگه است، یعنی همه جا تنها بودن خطر داره. بعد در صحنه بعدی گرالت میبینیم که بالای یه کوی وایساده و داره اون پایین یه لشکری دارن رد میشن. گرالت چهرهش ناراحت میشه و انگار که مثلا میفهمه اینا مثلا دارن حمله میکنن به یه جایی. در صحنه بعدو میبینیم که رفته به توی سردابه های سینترا، رفته توی سردابه های سینترا، و اینجا ما برگشتیم به بچه ها گذشته. اینجا فکر نکنید الان بعد اینجا دیدم ماوساک میاد، این ماوساکی که میاد فکر نکنید آ این مثلا همونه که چی بود داپلر شده بود، نه، اینجا ما الان تو گذشته سینترا هستیم قبل از حمله نیلفگارد، اونجا که میشه داپلر بعد از حمله نیلفگارد هاست. که ماوساک میبینه میگه ماوساک میشه چی شده برگشتی؟ تو که ول کرده بودی برگشتی بچه سورپرایز تو ببری، بچه غیر منتظره تو ببری. گرالت میگه برای چی اومدی؟ یعنی بهش میگه، گرالت میگه مثل که حق من بود و اینا، و اون بهش میگه که میگه نگران نشم. یعنی گرالت میگه نگران نشم، اون بهش میگه که نگران نباش. ولی یه چیزی هست بهش میگه که گرالت جا میخوره، اونم این که مثل که پاوتا و دانی، یا اون چیزی که خودش میگه دونی، حالا من نمیدونم دونی چرا میگه دانی، من ترجمهش کردم، پاوتا و دونی پدر مادر سیری مثل که توی یکی از رفته بودن یه سفری به دریا و اونجا کشته شدن، و از اون به بعد تحت سرپرستی پاوتا چیز کالانته سیری بزرگ شده.
ببین پس اینجا یه پیچش داستانی داریم، پس سیری یتیم شده، پدر مادرش دیگه نیستن و اون قانون غافلگیری رو هم گرالت با دانی بسته بود، نه با کالانته. هیچی دیگه، با هم دارن صحبت میکنن، بعد موساک میشونه خب حالا چی شد که برگشت، حالا الان یاد افتاده که یه بچه سورپرایز داشتی. گرالت میگه که من توی گذرگاه آمل دیدم سپاه داره لشکرکشی میکنه، که بعد موساک میگه نگران نباش، از وقتی که اونا مردن چیز پاوتا خیلی اینجا استاکامات شهر رو بیشتر کرده، نیروها رو بیشتر کرده و اینا، و آماده هر گونه حمله هست و اینا. که توی همین صحبتشون یه دفعه چیز، یه دفعه گرالت میبینه یه مش سربازی دارن میان و میفهمه که آها پس فرستاده منم بکشن، هم استاکامات رو درست کرده، یعنی یه جوری انگار که کالانته داره با همه میخواد بجنگه، با دسپوت سرنوشت میخواد بجنگه، با گرالت میخواد بجنگه، با نیلفگارد میخواد بجنگه. و اینجاست که گرالت میگه خب پس آدم کشم فرستاده که منو بکشه که از قضیه اونم راحت شه، از قضیه نمیدونم بچه سرنوشت این حرفا. که دیگه چی میذاره چاقو رو گلوی ماوساب، اونا میخوان حمله کنن، چاقو میذاره رو ماوساب، ماوساب هم مجبور میشه که تلپورتشون کنه به داخل یه جای دیگه. در صحنه بعد میبینیم که کالانته داره روی به قولن سلاح و ارتشش و اینا چیز میکنه، سرکشی میکنه، فرماندهش بهش میگه که مثل نیلفگارا دارن میان، بهش میگه باشه اگه دوست دارن بیان، بهشون یه درس میدیم که تا ابد یاد همه بمونه که نباید به سینتو هم بکنن اینا. که در همین لحظه یه دفعه گرالت و ماوساک هم چیز میکنن، تلپورتشون میاد همونجا پیش چیز، داره میاد پیش کالانته و کالانته تعجب میکنه، میگه تو چرا اومدی اینجا و اینا. گرالت بهش میگه که میگه مگه نه نه، کالانته میگه مگه نگفتم نیا. گرالت میگه منم نمیخواستم بیام، تا وقتی که 8 آدم فرستاده بودی منو بکشن، اینم آدم فرستاده بودی منو بکشن. بعد چیز ماوساک میگه که ملکه ما میدونیم که چیز زیر پا گذاشتن قانون لا سورپرایز دستینی رو با در، یعنی در افتادن با دستینی یا سرنوشت میتونه شاهان رو به پایین بکشه و شما خودتون اینو میدونید. بعد هی این حرفا رو با هم دیگه میزنن تا اینکه بالاخره کالانته قبول میکنه که حالا برای حفظ ظاهر هم که شده میگه که آره باشه لا سورپرایز چیز شده و منم بهش احترام میذارم. بعد میبینیم رو سیری لحظه سیری داره چیز میکنه اونجا، داره راه میره و اون زنه مهمه، اون زنه هی داره بهش میگه بیا بریم تو خونه من، تا حالا چند تا چیز دیگه بخرم، بعد بریم خونه من اونجا میتونیم یه جا بهت بدم، یه سقفت بدم، آرامش داشته باشیم، ما چیز زیادی نداریم ولی اینا، ولی برو سوار اسب بشو تو بعد با هم بریم. که سیری نامردی کنه میره میپره پشت اسب اونو دوباره که رفتیم. بعد در میاد توی دربار، این قصه که سیری رو دانشونه اینا بعد از جنگه، خب اینا بعد از نابودی سینتراس، اینجا داریم گرالت رو میبینیم که تو دربار میبینه که آره کالانته مثل که سیری رو آورده. بعد اولش که برمیگرده شما مثلا نمیفهمید که این سیری قلابیه، کالانته میخواد سیری قلابی بهتون بده. بعد وقتی سیری میدونه میره تو یعنی این دختر قلابی میره تو حیات، یا میبینیم همون صحنه اول فیلم که سیری با دوستاش داشتن بازی میکردن، اون دختر میره از دوستاش خداحافظی میکنه و گرالت اینجا میفهمه، برمیگرده داخل میگه من بهت گفته بودم اول جونمو میخوای بگیری، حالا بهم دروغ میگی، هیچ چی دیگه، میگه من نمیتونم بدم، کالانته میگه من نمیتونم اونو به تو بدم، برای چی اونو به تو بدم، تو نمیتونی، چی شده که نمیتونی از اون مراقبت کنی، چی شده که یه دفعه یاد افتاد میخوای مراقبت کنی. و گرالت گفت که من نمیخوام بهش سرنگ بزنم، فقط میخوام به خاطر این جنگی که در پیش روه ازش حمایت کنم تا لحظه‌ای که خطر برطرف بشه دوباره برش میگردم، بهت قول میدم. و کالانته قبول نمیکنه و به آیست که میاد میگه آیست اینو ردش کن بره، این داره رو اعصاب من راه رو اینا. که بعد گرالت میگه چی شد مگه، وقت داره میره بیرون با آیست میگه چی شد مگه تو قانون غافلگیری رو قبول نداشتی؟ آیست میگه چرا، ولی توی این مدتی که تو نبودی بعد از مرگ پاوتا و دانی من نابود شدن این زن رو دیدم، اینکه چجور از هم پاشیده بود وقتی که بعد دوباره بلند شد و خودش رو جمع جور کرد، و وقتی تو یه همچین زن قدرتمند رو میبینی مطمئنی که این زن میتونه از این دخترم مراقبت کنه و اطمینان دارم که این میتونه و اطمینان دارم که این در برابر همه چیز میتونه وایسه دیگه، یه همچین حرف میزنه. بعد گرالت که میخواد بره بیرون اون بهش میگه که بعد بهم قول بده که دیگه برنمیگردی. گرالت میگه خودت میدونی که نمیتونم چه قولی بدم، و چیزا بسته میشه که گرالت رو میخوان بزنن زندان دیگه. در صحنه بعدی میبینیم که یلیفر رفته بس که یه معدنی معلوم نیست کجاست چجوریه قضیه، دارن یه سنگی رو از زیر زمین میکشن بیرون، یه تخت سنگ سیاهی رو،
همه دارن کار میکنن، بعد نیروهای نیلفگاردی اونجا هستن، نیلفر میره بعد یه سیف کانداکت میده، نامه مجوز عبور میده به اونا. اصلا سبک صحبت کردن نیلفگارد یه جوری انگار مثلا این سربازای ناتسی بود مال آلمان، این اونا دارن صحبت میکنن. هیچی دیگه، ما هنوز هم میدونم قضیه چیه. یه میریم جلوتر میبینیم که بله، اینجا مثل که یه محل حفاری چه میدونم چیزه، حفاری های اکتشافی و اینجور حرف هاست و سر کارگرش هم که آقای استرپ ریش در آورد و اینا هم دیگر میبینن. و بعد دیگه میرم با هم اونجا توی یه میخونه با هم صحبت میکنم، میگه اصلا انتظار نداشتم که بیای پیشم و اینا. بعد جنیفر باش چیز میکنه، صحبت میکنه، میگه اون موقعی که من از آدرون رفتم من همش دنبال این بودم که قدرت باشه، قدرت به دست بیارم و خودم رو ثابت کنم. و ولی خب اونا هر کسی توی این مدتی که از هم دور بودیم، همه کسایی که اومدن به من نزدیک شدن فقط برای این بود که میدونستن من توی دربار هستم و نزدیک شدن به من میتونه قدرت بهشون بده. اما من زمانی که با تو بودم تو قدرت منو دیده بودی، یعنی تو منو به خاطر پاورم دوست داشتی نه به خاطر جایگاهی که داشتم. و اونش میگه آره، پس من تو رو زمانی که قدرت تو نشون دادم خاطر قدرت دست خوشم میومده. بعد اینا دو با هم صحبت عاشقانه و دوستانه انجام میدن و یه دفعه چیز استرد میگه که باورت نمیشه که چقدر صبر کردم که این لحظه برسه که تو به من بگی که ما تو برای هم ساخته شدیم. همش برات نامه میفرستم به آدرن، گفتم برای اکتشافات نمیدونم سنگ، اکتشافات نمیدونم گذشت دایناسور، از این حرفا فسیل شناسی و اینا بیام اونجا، ولی هر بار رد میشد و من فهمیدم که تو داری رد میکنی. و بعد یه جمله جالبی بهش میگه، میگه تو جنیفر انتخاب کردی، تو رفتی دنبال چیزی که عاشقش بودی، تو قدرت رو انتخاب کردی. بعد یه نگاهش کنه میگه حداقل چشاتو نگه داشتی، یعنی میگه تو دیگه اون جنیفر قبلی من نیست، اون جنیفر که من. و این یادتون باشه استرت به جنیفر میگه ینا، گرالت به جنیفر میگه ین. اینا جزء چیزای داستانیش که حالا چند جلوتر باز چه مقدار آره میگه ینا تو انتخاب کردی ولی حداقل چشاتو نگه داشتی، یعنی فقط چشات بود، همه چیز تو عوض شد، اون جنیفر که من دوست داشتم نیست. در همین لحظه میبینی یارو سیاه اینا جلوش میشینه، میگه جنیفر میگه گورتو گام کن، که بعد اون بهش میگه که دلم میخواد ولی نکته وجود داره. و بعد خودشو معرفی میکنه، میگه من ویلگفورتس آف روگوینی هستم. این شخصه بچه یکی از تو کتابش که مهمترین شخصیته. اینجا حالا نمیدونم چه اینجوری بخواه قیافه زای داغونی بوده بود، ولی یکی از شخصیت های مهم کتابه و میگم امیدوارم تغییرش نداده باشن، این یه آدم معمولی باشه. و باش صحبت میکنه، میگه که چیزهای بهم گفته که میگه بیا پاشو، میگه من شنیدم که نیلفگارد ها دارن جادوگرهای مثل من و تو رو به خدمت میگیرن، مثل به خدمت سربازی مثلا، یه همچین حالتی دارن، ما رو میگیرن و میخوان مثلا مجبور میکنن برایشون کار کنیم از این حرفا، برای همین بهتره که هرچی سریعتر بریم با آرتوزا. یه نفر میخنده میگه فیام آرتوزا باید چی؟ میگه برای اینکه تیسای به من گفته تو بهترین دانش آموزشی. و یه نفر باز تعجب کرد که چرا به من میگه بریم چیز، میگه ما اون بهش میگه که بلگه فورس میگه که ما من و تیسای الان به افرادی مثل تو نیاز داریم، افرادی مثل تو که به قولن تند رو هم نمیدار. و دیگه اونا صحنه بعدی میره برای آرتوزا. بعد در صحنه بعدی میبینیم که جنیفر میخواد بره وارد اون تالار اصلی آرتوزا بشه که دفعه میره چند دختر میان بیرون، دخترها دیگه مدار قیافهاشون خیلی خوشگل و سر و سالم و اینا هستن و دارن بازی میکنن برای خودشون، اونجا تفریح میکنن برای خودشون، اینا تعجب میکنه. من میره داخل میگه خب به تیسایو بیاد، میگه تیسایو قرار نیست بیاد، من خواستم تو بیای، یعنی ویلگ فورسش میگه من خواستم که تو بیای اینجا. بعد بهش میگه که پس دروغ بهم داشتی میگفتی. من دروغ نگفتم، من به فقط گفتم که تو به تیسایو من گفتی تو بهترین شاگردشی، من میخوام اینجا بوده در اتوبان نیوکارت صحبت کنم. که یعنی فهم که نه بگو کجاست تیسایو، که بهش نمیگه، میگه خیلی خوب اساسا گره دخترها میرم پیداش میکنم. یعنی میبینی هنوز اون چیز تو ذهنش که اینجا آرتوزا یه مدرسه خشک و تعصبی و اینجور چیزا، و میگه میرم از اونجایی که دل دخترها رو تنبیه میکنم مثلا میرم پیداش میکنم. که بعد میره اتاق خودش رو پیدا میکنه و یه دفعه میره تو اتاق، میره اون سه تا دختر تو اتاقشن، میگه چی کار میکنی جو اتاق من بود و اینا. و اونا میگن این چون داشتین چیز میکرد آموزش از این چیزا میدیدیم، چی میگم گلشناسی یا اینجور کارا انجام میدیدیم.
که بعد یکم باهاشون صحبت میکنه و اینا، میبردشون توی چیز، بعد میگه بریم بهتون آموزش گلشناسی بدم. این میبره اونجا روش چیزا رو هم قطعاتی میکنه، چیزی مثلا مثل مارجوانا بهشون میده، اونا تو توهم هن اینا، تو توهم هاشون. بعد ینیفر یه چیزی کرده، یه جور به قولن میبینه اینا هیچ کنشون انگار که مثلا قدرت جادویی ندارن، حس میکنه اینا قدرت جادویی ندارن. وقتی هم که بهشون گیاه رو میده، میبینه اینا یه دفعه بهش میگه که تو بهشون میگه که تو که هیچ چیزی نداری، تو که هیچ استعداد جادویی نداری. یکی دیگهشون برمیگرده میگه مهم نیست که استعداد جادویی نداره، مهم اینه که باباش نصف اون شهر، یه شهر رو میگه مال بابای اینه. یعنی بعد میگه مگه شماها هیچ کدومتون کاندویت مومنت نداشتین؟ یعنی اون لحظه‌ای که جادو مثلا، مثل ینیفر که جادو دستش در امر حرکت جادویی انجام، مثلا ینیفر تلپورت کرده بود، چه میدونم اون یکی قسمت دومش اگه نگاه کنید هر کدومشون یه بلای سر یه نفر آوردن بر حسب اتفاق و فهمیده بود، و اون زن اومده بود پیداشون کرده بود، یعنی تیسایا. ولی خب اینا با پول اومده بودن و اینجا ینیفر رو خیلی عصبی میکنه که بعد برش میداره براتشون. اونجایی بود که تو قسمت اول اون دختره که قبول نشده بودن و به تبدیل به مار آبی میکنه و میندازدشون توی آب، تیسایا بولشون اونده که میخواست گفت بعد همتون شروع کرد به توضیح دادن که شما نمیدونم ارزش ندارید اینجا باشین اینا، حتی با یه حالت چیزی، با یه حالت کنایه آمیزی. بعدم بهش گفت که میخوام برین جادوگر بشین که چی بشه، برین توی دربار یه شاهی بهتون، همش یه شاه احمق بهتون دستور بده یه قیافه خوشگلی پیدا کنید که تا ابد نتونید تغییرش بدین، از اینجور حرفا. و میخواد اونا رو اصلا تبدیل، از عصبانیت که اینا چرا اینجا اصلا هیچ سودی ندارن، میخواد اونا رو تبدیل کنه به چیز، به مار آبی که یه دفعه تیسایا میاد و میگه تمومش کن. و اونا رو میفرسته میرن. بعدش میبینیم که تیسایا میگه چی شد، تو که گفته بودی هیچ وقت برنمیگردی، ولی توی همین حرفی هم زدی شکست خوری. که دارن با هم صحبت میکنن توی بحثاشون، یه دفعه میبینیم همه جادوگرا دارن جمع شدن دور میزی. بعد میبینیم بزرگ میگم مثل که نیلفگارد حمله کرده به سینترا، دقیقاً این لحظه که اینا دور هم جمع میشن خبر حمله نیلفگارد به سینترا رسیده به آرتوزا و دور هم جمع میشن. بعد دو طرف میز بحث سر اینه که به سینترا کمک کنیم یا نکنیم. یه گروه استریگوبور و اون یارو سیاپوسته هستن که میگن نه، سینترایا ما جادوگرا رو قبول نداشتن برای دهه ها، حالا چرا بهشون کمک کنیم؟ بذار مزه نبود ما دانش ما جادوگرا رو بچشن. از این طرفم سیسایا میگه که من برام سینترا مهم نیست، من دارم میگم که اگر اونا عبور کنن از چیز، یعنی ویلگفورس و سیسایا دارن این حرف رو میزنن، میگن اگر اونا از یاروگا عبور کنن کل شمال رو میگیرن، اونا فقط هدفشون سینترا نیست. و اون میگه بهش میگه از کجا میدونی استریگوبور؟ میگه برای اینکه منم همچین دروغ میگم که فقط میخوام، منم اگه منم جای امیر و میلفار بودم میگفتم آره فقط سینترا رو میخوام، دروغ میگفتم. و بعد صحبت میکنه از گذشته خودش بیلگه فورس مقدار، اینجا بک استوری میده که آره من تنها کسی هم که بین شما رهبر فرمانده ارتشی بودم، که استریگور هم مسخرش میکنه، میگه آره دیدیم هر وقت فرصتش پیش میاد اون لباس نظامیگری تو میکنی برد، یه دفعه سیاما تیکه بهش میزنه، میگه آره حداقل این بهتر از تویه که به خاطر یه خورشید گرفتگی بچه دختر بچه ها رو میگرفتی به کشتن میدادی. این حرفا رو داره بهش میگه، چون یه دفعه میبینیم فرینجیلا ویگو وارد میشه، از نیلفگارد اومده، این یه جادوگر نیلفگارد شده دیگه. خب میگه نه ما هیچ کاری، ما فقط ما به سینترا داریم حمله میکنیم، به هیچ جای دیگه حمله نمیخوام بکنیم. که بعد اونو این وریا که موافق کمک به سینترا هستن، نظرشونه که نه شما سیستم، ما میخوایم آزادی خودمون رو حفظ کنیم، چون ببین بهتون گفتم تو جنوب با جادوگرا خیلی بد رفتار میکنن، یعنی و میگه اونجا دارن جادوگرا رو مثل انگار رفتن توی سربازی، آموزش دوره آموزش سربازی اونجوری با جادوگرا برخورد میشه، در حالی که در شمال مثلا جادوگرا میرن تو آرتوزا آموزش میبینن، تو بنارد آموزش میبینن و بعد میرن به دربارها. اونجا نه، اونجا یه سیستم سربازن و آدمش سطح پایینن. و ولی اون چیز فرینجل هم که آره دوران آموزششون فقط اینجوری هن، ولی بعدش درست میشه دیگه، بعدش مثلا آزاد میشن و میرن، که اونا همشون مخالفت میکنن و اینا، که اینقدر این مخالفت ها ادامه پیدا میکنه. بعد یه بحث این هم میشه که تیسا هم میگه که به اون سیاپوس هم میگه تو این برادرزاده خود فرسته نیلفگارد، بعد حالا میخوای ازش دفاع هم بکنی، که اون سیاپوس میگه که ما که نفرستادیم، نیلفر نرفت این به جاش رفت. و خود فرینجیلا میگه، میگه اگر من نرفته بودم الان نیلفگارد اینجا نبود، اینا هنوز داشتن تو اناگوه خودشون قلب میزن، هنوز هی همه شاه ها عوض میشدن پشت سر هم، هی همه به هم خیانت میکردن، ولی با کمک وایت فلیم، امیر وارن ریس و من و بقیه داریم یه حکومت قدرتمند ساختیم. و میگم این داره شروع حمله، دلیل حمله نیلفگارد ها رو به سینترا و اینا نشون میده.
دلیل ظاهریش البته بماند و اینا رو داره نشون میده که میگه آره مثلا این فیلم اینا میخوام بیان کلا اول به سینترا هم میکنن و بعدم به شمال هم میکنن که بعد دیگه کار به چیز میگشه دیگه به رأی گیری این که آقا کیا موافقن کیا موافق نیستن خیلی ها مخالفن که به سینترا کمک کنن تیسایا و ویلگ فورس و اینا مثلا میمونن که مثلا موافقن و اون فرینجا بهشون میگه میگه اگر ما نمیخواین همکاری کنید یعنی کمک کنید کنار بایستید کمک نکنید ولی خب دیگه رأی گیری میشه ینیفر چیز میکنه بعد اونایی که به ینیفر هم گیر میدن ینیفر هم میگن که برای من اصلا مهم نیست اصلا همشو بسوزونید من دوست ندارم اصلا به هیچ کدوم از این خدمت کنم اون شاههای متجاوزی تجاوزکاری که همش دارن به مردم خودشون بدی میکنن من به اونا نمیخوام چیز کنم که میگم دیگه ولی نهایتش به اینجا میرسه که ینیفر هم اصلا در رأی گیری میشه و بعد از اینکه مجلس تموم میشه میبینیم که تیسایا میاد پیش ینیفر باهاش صحبت میکنه و ازش خواهش میکنه به خاطر من که وقتی میگه پلیز وقتی پلیز میگه ینیفر بهش میگه تعارف کنم تو عمرت همین اولین بار بود که از این کلمه استفاده میکنه و ینیفر هم قبول میکنه که به قولن بیاد بهش کمک کنه در بخش بعدی میبینیم که گرار تو زندان سینتراس و از صداهای اون جنگی که بیرونه میفهمه که خبری یک سرباز وارد میشه کلیدو ازش میگیره در باز میکنه میره بیرون و میبینه که جنگ شده نیلفگارد ها حمله کردن اینا و بعد اینجا دیگه میریم وصل کردن نقاطی که حالا مثلا کسی کتابا رو نخونده بود یا مثلا توضیحات من نشینده باشه اینجا به حرف میبینه اوه داره تمام اون اتفاقایی که تو قسمت اول میفته اینجا رو از دیده دیگه جمع میشه اونجایی که میبینیم یعنی چیز کالانته افتاده تو بستر مرگ ماوساک میاد باهاش صحبت میکنه و بعد چیز میشه اینجا ما میفهمیم که دیگه کالانته اینجا دیگه قطعا به سرنوشت ایمان آورده میگه که اونقدر ایمان آورده که میگه برو گرالت ریویر آزاد کن چون این خودش میدونست شک داشت که اگر وایس جلوی گرال و نذاره که مثلا سیری بره پیش گرال شاید یه اتفاقی بیفته ولی میتونه جلوشو بگیره با قدرتش و اینا در واقع سرنوشت همون نیلفگارد ها بودن که میان و حمله میکنن به سینترا در حالی که مثلا اگه گذاشته بود با چیز باشه بره پیش گرال خشم سرنوشت نمیگرفته چون و میبینیم که در یک صحنه احساسی حالا اینجا دیگه میشینه اونه ولی حتی کسی هم که ندونه داستان چیه اینجا دیگه اون معنی اون حرفش که میگه برو دنبال دستینیت برو گرالت ریویر رو پیدا کن اینجا یعنی دیگه کالانته هم سر تعظیم فرود میاره در برابر سرنوشت دستینی میگه برو پیداش کن و بعد یه کات میخوره میایم به زمان حال زمانی که سیری با اسب فرار کرده توی یه چیزی توی یه نیزاری نشسته که یه دفعه میبینیم یه سری بچه‌ها میان میخوان چیزاشو بزنن یکی از اون بچه‌ها یکی از همون دوستای بچگیاشه میگه من تو رو میشناسم ما با هم دوست بودیم اینا میگه گور پدر ملکه ما رو بدبخت کرده از طرفا توی همین وضعیت یه دفعه یکیشون سیری رو میزنه از سیری میفته بیرون میفته زمین قدرتش آزاد میشه قدرتش برای اولین بار قدرت خفنش آزاد میشه و قسمت هفتم تمام میشه میریم برای قسمت بعدیش در صحنه بعد دیگه وارد قسمت هشتم میشیم و گرالت میبینیم که خب توی سینترا سینترایی که سوخته و حالا داره دنبال سیری میگرده میره تو اتاق سیری و اونجا یه سری لوازمش رو میبینه و بعد یادش میاد که به کالانته گفته بود که من هر اتفاقی بیفته از اون مراقبت میکنم و از خودش ناراحته که چرا نتونست از دختره محافظت کنه بعد کات میکنه میبینیم صحنه بعدی میبینیم گرالت داره توی یه جنگلی راه میره یه مردی میبینیم داره جنازه رو زمین میکشه بهش میگه که گرالت بهش میگه که چیکار داری میکنی داری جسدا رو چیز میکنی داری چیزاشون رو میدوزی میگه اگه میخواستم چیزاشون رو بدوزم لوازمشون رو برم داشتم من که جنازه هاشون رو هم کنم این بدبخت های یه هفته است اینا از رفیوجی ها فراری های سینترایی هستند که الان یه هفته است اینجا افتن و ما اینجا از همین کلمه که میگه میفهمیم که الان یک هفته از جنگ سینترا گذشته جنگ سینترا و نیلفگارد و حالا گرال توی جنگل ها اونا دنبال سیریه دیگه دارم تو میچرخه دنبال سیری میگرده و اینجا به یارو میگه که برو خونه اینجا وقت جنازه ها رو زمین باشن یک گریور ها یا قبرکن های هم چیزی اسم این یه حیولاییه اینو میان و یه گازش کافیه که بمیری و یارو گوشته میکنه و حرفش گرال میره و بعد یه دفعه میبینیم اون جونورا حمله میکنن خیلی کیفیتش هم بد نبود سه چیزای اسکلتی هم نمیدونم ناکر هستن میخوام ناکر ها باشن نمیدونم یا همون گریور که میگه قبرکن ها هیچی حمله میکنم به یارو باید میدیم گرالت میاد توی صحنه قشن تق 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 میزنه و رو میکشه چون به حال یعنی بین این همه بدی بین این همه کشتار بالاخره یه کسی بوده که اهمیت داده به این که مثلا مرده ها رو جمع کنه یه جای خاکشون کنه و اینا
میاد کمک میکنه بهش، بعدش میگه گو هوم، یعنی برو خونه دیگه، یعنی اینجا وای نسا یه چی. اونا میرن، بعد گرالد میدونه که هنوز این هیولا هستن، تا همین صحنه است که داره همینطور نگاه میکنه، یه دفعه میریزن سرش از دوباره توی شمشیر بازی های خفن. اصلا این سریال که دیگه شاهکار در این زمینه، میزنه دوستاشو میکشه، ولی یه دونه از اونا گازش میگیره، اما و گرالد میفته خش میکنه که دیگه میبینیم برای صحنه بعدی. و در صحنه بعدی میبینیم پیش سیری و میبینیم که رو زمین افتاده، بعد اون زنه که اسبشو سیری دزده بود میاد بالای سرش، بعد سیری نگاه میکنه میبینه همه پسرها این منور پرت شدن زمین باز شده، و متاسفانه یکی از دردناکترین قسمتاش اینه که اسبش هم مرده و رو زمین خونی افتاده، و زنه حالا از این خوشش اومده، نمیخواد، میدونه این چه سختیایی کشیده، بهش میگه بیا من ببرمت به خونه خودم، و نمیگن چرا اسبمو دزدی اینا. سیری رو برمی‌داره با خودش میبره، و بعد اون لوگوی اول سریال میاد که میبینیم تمام اون طرهایی که توی اول تمام قسمت‌ها نشون داد با هم ترکیب میشن و کله یه گرگو ایجاد میکنن و خیلی قشنگ بود اونم قسمتش. در صحنه بعد جادوگرها رو میبینیم که توی قایق دارن به سمت اون هدفشون میرن، اونجایی که به سمت یه قلعه ای در بالای کوه، در بالای تپه سادن دارن میرن، که خب اونجا بهش میگن سادن هیل، یعنی تپه سادن. دارم میرم اونجا و ویلگفورس براشون داره توضیح میده که آره اینجا ما اگه بتونیم اینجا جلوی نیروهای امپراتوری رو بگیریم. کلا این امپراتوری وقتی میگم یعنی نیلفگارد. نیلفگارد ها سیستم امپراتوریه، نمیدونم فرقشون هم چیه دقیقاً. اونا امپراتوری سیستمشون، اینور کینگدمه، همه شاهنشاهیه مثلا، یعنی فرقی با هم دارن. حالا نمیدونم دقیقاً فرق امپراتور و شاه چیه. ولی آره هر وقت میگه امپراتور یعنی نیلفگارد ها، میگه اینجا اگه بتونیم تو جلوشون رو بگیریم اونا نمیتونن وارد شمال بشن، برای که این قسمت این تپه سادن دقیقاً توی دره این هست، دقیقاً اون دره یه جای پایین شوتخونه یارگا داره عبور میکنه، و اینجا کم عمق‌ترین و قابل عبورترین نقطه ای که نیروهای نیلفگاردی بدون استفاده از هر گونه کشتی و چیزی میتونن وارد شمال بشن، نورث بشن. و خب میبینیم که وارد قصر میشن، اونجا یه سری آدمایی هستن، اونا فراری هایی مثل که از اون برمایده بودن، سینترایی بودن یا هر چیزی، که یعنی اونا بهشون میگه چرا نمیدین چه زن بچه هاتون رو برمیدارین، اونا میگن که ما دیگه فرار کردن بسمونه، ما باید جلوی اینا وایسیم، دیگه راه فرار وجود نداره، چقدر فرار کنیم اونا به اون میرسن. و دیگه یه چیز سرنامه قشنگی از آماده سازی قصر رو اینکه آماده بشن برای اینکه بخوان بجنگن، چیزای جادویی درست میکنن اینا، و کلا اصلا یه قسمت هفت هری پاتر برای خودش این از اینجا به بعد دیگه. بخش بعدی شب اون روز آماده سازی قصر قلعه است، و میبینیم که خب صحنه خیلی قشنگی چه اتفاقی میفته. مثلا یکی از صحنه‌هاش اینه که یلیفر و تریس منیگولد با هم صحبت میکنن، یلیفر میگه تو مطمئنی چیز شاه تیمریا فول تست به کمک ما میاد، میگه آره دخترش نفرین شده بود و من حالشو خوب کردم، گفت خوب کاری خوب تونستی، گفت خودم تنها نبودم، با یه ویچر رو هایر کرده بودم، یعنی استخدام کرده بودم. گرالت ریویو یه دفعه ینیفر رو برمیخوره بهش، یعنی چون الان این داستان بعد از اونجاست که سر اجدو سر قضیه اجدو بود از هم جدا شدن، دقیقاً بعد از اونه، و بهش میگه که مراقب این نوع ویچرها باش، نه آدمای ناامید کننده هستن. بعد اصلا میبینیم که تیسایا و ویلگفورت با هم جیک تو جیک شدن، اینا از هم حال دارن میکنن. بعد میگه پیشش میشینه بهش میگه خب داره خوب خوش میگذرونه به خودت، اون بهش میگه که شاید امشب آخرین شب اون باشه، تو آماده مردن هستی؟ ینیفر میگه آره آماده ام، من الان تا الان سه چهار تا یه عمر کامل رو گذروندم. و اینجا مثلا ما میتونیم حدس بزنیم که الان مثلا ینیفر مثلا 240 سالشه، مثلا 240 سال از اون دورانی که این شده جادوگر گذشته. این حرفی که داره میزنه میگه چون اگه همینجوریش که حساب کنیم 30-40 سال تو چیز بوده، تو دربار چیز بوده، آدیرون بوده، بعد که از اونجا میاد بیرون میره دیگه یه جادوگر آزاد میشه و کارهای خودش داره میکنه. از اون برم مثلا میگم این که میگه 3-4 تا لایف تایم گذاشتم پشت سر، اینم هستن حداقل 200 سال عمر داره الان اینجا ینیفر. خب تو هم صحبتشون که میکنه ینیفر میگه آره من دیگه از ترس نمیترسم، و 3-4 تا جون و بقولن لایف تایم پشت سر گذاشتم، دیگه برام مهم نیست. که تیسایا باز میگم خیلی قشنگ بازی کرده این بازیگر، تیسایا مادرانه بهش میگه که هنوز تو خیلی چیزا مونده که باید تجربه کنی و هنوز تو خیلی کار داری تو این دنیا. و میگم خیلی جالبه اصلا
این صحنه‌هاش. در صحنه بعد می‌بینیم به کمپ نیلفگارد ها، می‌بینیم که کاهیر شوالیه سیاه‌پوش با یه دونه از این فرمانده های نیلفگارد هم صحبت میکنن و بحثشون سر اینه که صبر کنیم تا نیروهایی که به سینت رو حمله کردن 5000 سرباز نیلفگاردی از اونجا برسن یا همین الان حمله کنیم. که توی همین بحثاشون یه دفعه فریم جلابیگو وارد میشه، میگه که نیروهای گشتی ما، شناسایی ما به ما خبر رسوندن که برادر رودم داره بهشون کمک میکنه، چند تا از اعضای انجمن جادوگران دارن به اینا کمک میکنن، ما اونا رو اثبات کردیم، دارن اون به قولن قلعه رو استحکاماتش قوی تر میکنن. بعد اون فرمانده میگه خب پس بعد دیگه صبر کنیم، چون شاید با این مشتی دهاتی روستایی بتونیم درگیر بشیم، ولی با نیروهای جادویی که نمیتونیم درگیر بشیم که برامون ناشناخته است. فرنجیلو یه دفعه برمیگره بهش میگه که ما هم جادو داریم و جادوی ما فرقش با اونها اینه که unrestricted، یعنی چیز نداره، هیچ بند و قانونی نداره. و حالا اینجا میخوام براتون توضیح بدم در رابطه با انواع جادو تو دنیای ویچر. ببینید یه دارک ماجیک داریم، یه لایت ماجیک داریم. دارک تاریک، لایت روشن. همونجور که تو مثلا هری پاتر هم یادتونه دارک ماجیک بود که مثلا جادوی مرگ نباید انجام میدادن و وقتی ولدمورت میاد انجام میدن، اینجا هم اینجوریه. اینجا هم توی آرتوزا جادوها فقط دفاعی هن. اگه توجه کرده باشین تو قسمت های قبلی اونجا بود که یه یارو با حشره حمله میکنه به گنیفر، شما میبینید که گنیفر اصلا از جادوهای حمله استفاده نمیکنه، هی پورتال باز میکنه، هی دفاع میکنه. میدونی جادوهاشون دفاعی و قانونشون اینه که از جادوهای چیزی استفاده نکنن، جادوهای سیاه. در حالی که اینجا به قولن فرینجیلا وقتی که رفت توی نیلفگارد، چون اونجا هیچ قانون چیزی وجود نداشته برای جادو، شروع کرده به استفاده از جادو سیاه. و خب حالا فرق اینا چیه؟ ما میدونیم دنیای ویچر جادو با تعادل به وجود میاد، یعنی یه گل انرژیشو تو میگیری و کست میکنه جادو رو. اما اینکه سورس اون چیزی که ازش انرژی جادو میگیری چی باشه تأثیر داره تو نوع اون جادو. اگر جادو رو از یه چیز طبیعی بگیری، از طبیعت، از آب، از هوا، میدونی از زمین، اینا جادوی روشنه، جادوی لایت ماجیکه. ولی اگه جادو از آتش بگیری، آتش دارک ماجیکه. آتش به طور خاص آتشه، حالا چیز دیگه اینجا نمیگه. کلا توی کتابش هم که بخونید همیشه گنیفر تأکید داره که از جادوی آتش استفاده کن، چون جادوی آتش غیر قابل کنترله. ولی و خب علت حرفش اونجا شاید نگی، ولی ما اینجا میبینیم که چون استفاده از آتش جادوی سیاهه. و بعد فرینجیلا برمیگره به کاهیر میگه که نیروهای گشتی ما به ما خبر رسوندن که سریلا احتمالاً دیگه تا الان از چیز رد شده. میگه من حدس میزنم که تا الان سریلا از یاروگا رد شده و اون بره، یعنی رفته به سمت شمال، توی فرمان روایی های شماله، و ما باید هرچی سریعتر پیش روی کنیم. و اون جنرال هم هی بهش میگه که صبر کنید تا اون 5000 تا نیروی سینترا برسن، نیرویی که رفتن سینترا رو ترکوندن برسن، میریم کل کانتیننت رو میگیریم، کل شمال رو میگیریم. ولی خب فرینجیلا یه جورایی انگار میخواد قدرت خودش نشون بده، میدونی یه جورایی میخواد قدرت خودش نشون بده، میگه نه همین الان باید حمله کنیم. که کایر سر میگه و فرینجیلا کایر هم اینجوری راضیش میکنه، بهش میگه که اگه هر چه سریعتر بریم دختر رو پیداش کنیم، این وایت فلیم رو میتونیم راضی کنیم. گفتم وایت فلیم همون امیر وارن بریس، پادشاه جدید نیلفگارد. در این قسمت فعلا داستان هنوز پادشاه جدیده توی نیلفگارد، امیر هنوز پول نکشیده. و بعدش توی صحنه بعدی میبینیم که سیری رفته خونه اونا، توی خونه اون زنه بوره خونهش، پسرش اونجاست، پسرش میگه مادر من خیلی چیز کرده، فداکاری کرده که تو رو آورد پیشمون. من یه مش باهاش صحبت میکنم و میبینیم زنه از این خوشش اومده، مثل که میخواد اصلا انگار اصلا به دختر خوندگی بگیرتش و اینا. و در همین این یه میبینیم یه صدایی میاد و چیزه، یه دونه از این منجنیق های چیزا نیلفگارد ها پرتاب شده که اونا میگه نیلفگارد ها اینجا هستن. و ما از اون برمیدیم که این یعنی سیری دقیقا توی خود دره یارگاست. اگه توجه کرده باشین اونا این قلعه تپه سادر اینجاست، نیروهای چیز هم اینجا هستن، نیروهای
نیلفگاردی و سیری این وسطی که اینجوری چیزا میاد رد میشه، یعنی فرینجیان هم خوب حد زده که سیری تا چیز رسیده تا دره یاروگا رسیده و رودخونه یاروگا، و بعد میبینیم که این آتیشه داری میره بخوره تو تپه ساله و ینیفر بلند میشه از خواب کنترلش میکنه، ردش میکنه میره، و بعد برمیگردیم پیش فرینجیان میبینیم داره از جادوی سیاه استفاده میکنه، میبینید که میبینیم به یکی از این جادوگرها دستور میده که بعدی میبینی جادوگرها اصلا هیچ ارزشی نداره، یا راحت بهش میگه بکش خودتو، یعنی بعد توی صحنه سی جی خیلی قشنگی جوری از انرژی بدن خودش میذاره، میبینی یعنی تعادل اینجوری حس میشه، از زمین و هیچ انرژی نمیگیره، انرژی رو از بدن خودش میگیره و بعدش هم که چیز خود پودر میشه دیگه، اگه ترجیح کرده باشین قبلش هم یک دیگه رو زمین افتاده پودر شده، و خب میبینین که فرینجیلا انگار فرمانده یه لشکره، مثلا لشکر جادوگران، یعنی و علتی هم که تیسایا و اینا رفتن اونور دست میگرفتن گفتم بهتون همین بود که میخوان اینجوری نشه، میخوان جادوگرا زیر یوغ این همچین سیستم نظامی و اینجور چیزایی نرن، میخوان جادوگرا آزاد باشن، فریدم داشته باشن برای خودشون. و بعد میبینیم که فرینجیلا جعبه کوچیکی بهش میده، به یکی از این جادوگراش میده، نوچه‌هاش میده ببر برو به سمت چیز اونا، ما نباید جلو اونا کم بیاریم اونا، حالا فعلا نمیگم چیه این چیزایی که بهش میده تا بارو جلوتر بهتون میگه. و خب فردا صبحشو میبینیم که اون برای دارن نگاه میکنن بچه هایی که تو سادرن، جادوگرهایی که تو سادرن دارن اون برای نگاه میکنن و میبینن که نیلفگارد ها مثلا دو روز گذشته دو روز حمله نمی کنن، و بعد یه دفعه میبینن جنگل داره یه مهی پخش میشه، بعد اینا میفهمن که آره فرینجیلا داره جادو میکنه که میخوان اونا پیشروی کنن، داره این مه رو راه میندازه که سربازای اونا که میان ما نتونیم از اینجا که با ما بالاییم، چون ما تو رو تپه اونا رو مثلا با تیر کمان اونجور چیزا بزنیم، و دیگه چیز ویلگفورس میگه که ما دیگه بیشتر از این نمیتونیم منتظر نیروهای شمال باشیم، چون شاهفورتس هنوز نیروهاش مثل که نرسیدن، به خاطر همین دیگه نمیتونیم منتظر باشیم. و اینجا یه نکته وجود داره، یه نکته وجود داره، اونم این که خب همه شروع میکنن پخش شدن، تیساید برایس میاد به ینیفر میگه که برو بالای اون واچ تاور وایسا، بالای اون برج دیوانه وایسا، and reserve your chaos، یعنی کیاس گفتم کیاس اسم دیگه همون جادوه اینجا، چون آشوب جادو، میگه گفت که جادو تو ریزرو کن، ذخیره کن، یعنی تو چیز نکن، تو درگیر نشو فعلا، فعلا نگهدار برای وقتش. خیلی نکته جالبیه. بعد در اینجا یکی از صحنه‌های خیلی قشنگتر و داستان محور و مهم رو می‌بینیم، گرالت به خاطر اون گازی که اون یه دونه از گاز اون چیزا ناکرا بود، چی بود، یه گاز ازش گرفته بود، و چون این یه دونه چیزه میوتنت ویچره، خب اگه آدم عادی بود با یه گاز می‌مرد، ولی خب چون یه میوتنته دووم آورده و زنده مونده، و خب اون یارو انداختش پشت چیزش، پشت درشکش داره میبره با خودش به چیزش، به مزرعش، و اینجا گرالت هم تو داره توهم میبینه، تو توهمهاش یه چیزهای مختلف میبینه، و یه دفعه میبینی یه بچه کوچیکی میاد، و ما اینجا میفهمیم که گرالت داره توهم چیز زده، یعنی توهم که نیست دیگه، داره خاطرات بچگیش یادش میاد، و خب یه زن مو قرمزی رو ما میبینیم که میگه بیا بریم وقت خوردن نهاره، همینجا هست که گرالت بچگیهای گرالت برمیگره به مادرش، میگه که یه روز انقدر قوی میشم که میرم یه اژدها رو میکشم و برات یه گردن بند از دندونهای یه اژدها درست میکنم. مادرش میگه نه، ما یه قانون داریم، زندگی میکنیم و میگذاریم زندگی کنن. ببین چقدر قانون قشنگه، قانونی که گرالت، یعنی علتی که گرالت اژدها نمیکشه از دقیقا همون حرفی که مادرش زد، یعنی زندگی میکنیم و اجازه میدهیم که زندگی کنن. This is our code، میگه این قانون ماست و ما باید به یک چیزی بچسبیم و این نمیشم تو ول باشیم، و این قانون رو برای تو ذهن گرالت کاشته همیشه، و گرالت همیشه چیزی که حیات و طبیعتش چیزی باشه هیچوقت به اونو به چشم هیولا نمیبینه، برای همینم تو قسمت قبلی میبینیم که یه دراگون حمله میکنه و اونجا دراگون طلایی هم رو زمینه که برمیگره بهش میگه که این جادوه واقعی نیست. حالا نمیدونم منظورش چی بود از این قسمتش، اینکه اون اجدای کوچولوارو بچگیش میشه مامان گرالت بوده یا نه. خب وقتی میگیم بچگیش خیلی عجیبه، چون اجدها از نظر سنی خیلی سنشون فرق میکنه، مامان با چه میدونم از ویچرام خیلی بیشتر عمر میکنن، هز میلیون ها سال شاید بتونن عمر کنن از این حرفا، ولی و این صحنه که داریم میبینیم که مثلا بچگی گرالت نشون میده، اینم مثلا مال 100 سال پیش نیست، حداقل مال 400 500 سال پیشه، چون گرالت
اون دفعه میگه من اصلا یادم نیست آخرین باری که به چیزی غیر از ویچر بودم فکر کردم چی بود، میدونی؟ قسمت قبل دوست قسمت 6 میگه، قسمت 6ش به ینیفر میگه. و خب اینجا داره داستان کوچیکیای گرالت رو باز میکنه که گرالت کی بوده، مادرش کی بوده و می‌بینیم مادرش از این زنی بوده که یه حرفایی می‌زده، یه حرفای فلسفی می‌زده که خب حالا در ادامه بیشتر مشخص میشه. در صحنه بعد صحنه جنگو داریم، صحنه‌ای که درگیر میشن با هم دیگه، هر بخش دارن چیز میکنن، یعنی فرش شروع می‌کنه با تلپاتی یه کی صدامو داره، کی صدامو داره. بعد قسمت‌های مختلفو می‌بینیم، مثلا یه سمت می‌بینیم که چیز تیسایا و تویس میگولد میان اونجا و چیز رو زمین میشینه و شروع می‌کنه دستش رو زمین میکشه، از زمین داره قدرت میگیره و جادو میکنه، ورد میکنه و از اون ور خیلی قشنگ یه سری قرچ از زیر زمین میزنه بیرون و اینا چیزای سمیان، اونا رو سربازا رو میزنن میافتن رو زمین سمی میکنه. خب میگم استفاده قشنگ از بایی که بودجهشون کم بوده ولی حرکت قشنگی اینجا میزنن. بعد یکی دیگه از صحنه‌ای که من خیلی خوشم میاد کورال، یکی دیگه از جادوگراست که جون سواز رمین جلوش دستش جوری میگیره جوری میکنه پود میکنه همش جوری میکنه تشون. بعد از اون طرف به فرینجلا دست دور میده، یعنی بینیفر مثل یه فرمانده از اون بالا به فرینجلا، به فرینجلا نه چی هستشون این که سابرینا، به سابرینا گلویسیک میگه که تیر شمانا رو آماده کنین، هولد وایسین، هولد پرتاب کنین و پرتاب میکنن و اینجوری همش تیر میریزه به سرشون. خیلی اون صحنه قشنگه. و در نهایت میرسیم به لحظه‌ای که ینیفر به چیز میکنه، اونور میبینیم، اونور میبینیم که نیرفکارا با ایستن دارن کشتشان نیروهاش میبینن که اون جنرال برمیگرده میگه که خب چی شد پس من قرارم بوده کاری بکنی؟ اون بهش کاری میگه برو دنبال کاری، برو دو آدر فرانت، برو یه دونه از خط مقدمه دیگه اونجا فعلا منتظر باش دستور بدم. بعد فرینجلا میره و اینجا کاری تنها میشه. اینجاست که دفعه ینیفر به ویلک فورس میگه حالا ویلک فورس خودشو تلپورت کنه اونجا با شمشیر میره سربازا رو میکشه پرتاب میکنه. و اصلا میگم صحنه های شمشیر باز توی این بازی من نمیدونم کی اینا رو طراحی کرده ولی خدا بوده توی این قضیه. هیچی دیگه درگیر میشه و بعد با کایر درگیر میشه. توی درگیری هی میبینیم شمشیرشو کایر میزنه میندازه چیز میکنه، بعد اون با جادو از دوباره یه شمشیر دیگه دست میاره. نمیدونم اینجا چه مقدار عجیب بود برای من اینکه به جای اینکه این شمشیره رو تیز کنه یه آتیش اینجوری میزد بهش پودرش میکرد. خب از نظر داستانی نمیتونن این کارو بکنن. و خب میگم ویلگ فورس اصلا خیلی عجیبه که اینجوری داره میره جلو ویلگ فورس. و اصلا ویلگ فورس شخصیت کلیدی داستانهای ویچره و نمیدونم چه این شکلی دارن چیزش نشونش میدن. حال و میبینیم توی آخر درگیری چیز که دیگه آخر درگیری که با کایر اتفاق میفته دیگه لغت بهش میزنه پرتش میکنه پایین و یعنی پر چشاش میبینه که دیگه ویلگ فورس هم مرد. در صحنه بعد یکی دیگه از صحنه هایی به قولن چی میگن نبوغ واقعا نبوغ اون کارگردان، چون این صحنه اصلا تو کتابش نه هیچی اصلا کلن این صحنه نمیدونم تو کتابش بود یا نه واقعا نمیدونم اصلا من نخوندم این قسمت هایی داره نشون میده، ولی نبوغ واقعا اینکه فرینجلا میاد و یه پورتال باز میکنه بعد یه جادو میخونه در قصر رو باز میکنه، در قلعه سادن رو باز میکنه و از اون برم یه پورتال باز میکنه به تیر کمون دورا میگه تیر بزنید، تیر از توی پورتال میزنن و تو قلعه میخوره به آدم ها. خیلی قشنگ بود سرش، یعنی باور هوشمندانه استفاده کردن از این قضیه. و بعد یکم جلوتر چیز رو میبینیم که ینیفر میگه تیسایا کجایی؟ تیسایا بعد جلوی فرینجلا رو بگیریم. و همینجاست میبینیم چیز تیسایا رفته تو جنگل پیش فرینجلا بهش، بعد فرینجلا میگه بهش میگه که بهت گفته بودم از این قضیه بیرون باش، تو نمیخواد اینجا باشی اینا، چون به حال این مدیر مدرسه‌اش بوده دیگه، کسی که بهش آموزش داده بوده که بوده دیگه، احترام یه ذره براش قائل حداقل. بعد بهش میگه که تیسایا میگه برگرد تو، برگرد من بهت کمک میکنم، نیاز نیست این کارا رو کنی. بعد اون با یه حالت خیلی تمسخرآمیز برمیگرده بهش میگه که میدونی چیز کی علتش پیروزی نیلفگارد ها در سینترا چی بود؟ یه طوفانی بود که کشتی های اسکلیگی رو توی دریا غرق کرد. و اگه یادتون باشه تو سینترا آیس تویسیش به عنوان برادر فرمان روای چیز، فرمان روای اسکلیگی، قرار بود نیروهاش که کشتی های اسکلیگی بودن برسن به سینترا و اونجا توی دهانه رودخانه یاروگا جایی که سینترا واقع شده اونجا جلوی نیروهای چیز وایسن، نیلفگاردی وایسن، ولی
خاطر طوفانی که چیز وجود آورده بود، فرینجلا وجود آورده بود، میگه 50 است. من گفت 50 تا دیاره 50 تا از کشتی‌های اسکلیه‌ای رو غرق می‌کنه. اینجا میگه پس تو بودی و اینجا سه دفعه دست می‌کنه توی لباسش، یه پودر پاش تو صورت چیز تیسرا، میگه دیمریتیوم. دیمریتیوم کلا حالا نمیدونم پودرش من نشته بودم تو کتابش فقط دستبند دیمریتیوم شده بودم. علی دیگه پودرشو میزنه و اون دیسیبل میشه چیزش، یعنی از کار میفته قدرت های جادویش. دیمرتیوم یه عنصریه که مثلا برای جادوگرایی که میگیرن بهش میدیم دستبندش که بزنن دیگه نمیتونن جادو کنن. اینجا این پودرشو بهش میزنه و اونو غیر فعالش میکنه چیزو، و بعد یه ورد میخونه. میبینیم اون جعبه بود که داده بود به اون یارو. اولا میبینیم اون یارو بود که دود میکرد اینجا تو جنگل میدوید، اون یارو وقتی میرسه پودر میشه. خب یعنی ببین همه دارن به خاطر استفاده از جادوی سیاه، اینا همش جادوی سیاه به خاطر همین، و چون منبعش بدنشونه، وقتی به انتهای کار میرسن پودر میشن. بعد که میرسه اون جعبه میفته، من اینجور جعبه با میفته اینجور کرمای اوهنی از توش دارم میزنم بیرون، خیلی اصلا تمیزه. حالا جلوتر میفهمیم که این کرما وضعیش چیه. اما در صحنه بعد دوباره میبینیم پیش درشکه و گرالت که افتاده بعد وقت اونجا پشت درشکه داره جون میده و اینا. اون مرد داره میبردش پس که به مزرعه خودش، بعد باش صحبت میکنه، یه دفعه استوی بمب میاد که بعد اینجا ما میفهمیم که خط داستانی گرالت دقیقاً با ینیفر یکی شده الان اینجا، چون داره صدای جنگ بین سادن هیل، تپه سادن و بیروان ایلفگارد رو میشنون. بعد اون مرده بهش میگه که همه میدونن که اگر سادن رو گرفتی کل شمال رو گرفتی دیگه راه خشکه دیگه، نیروها میتونن بدون که نیاز به از دریا ردشن میتونن ردشن. گفتن حالا بهتون خلاصه این حرف پیش میزنه. گرالت در میاره یه چیزی سیاهیه، یه چیز سیاهی میخوره، دیکاکشن سیاهی میخوردش، یکم شنیز رو زخم خودش. بعد میگه منو ببر به بلو ماونتن، منو ببر به کوههای آبی، اون طرف کوههای آبی. بعد میگه کوههای آبی اون طرف سادنه، مگه من میتونم تو این همه راه برم تو اونجا دووم نمیارید؟ میگه منو ببر پیش اون. اون میگه هیم، میگه تک می تو هیم، یعنی یه مرد، منو ببر پیش اون، اون من خوبم میکنه. و اینجا صدو میریم توی خاطرات قدیم گرالت، همونجوری که پشت درشکه بوده اینجا هم بچگیاش یاد میگه پشت درشکه ایه، میگه مامان، میگه ما، یعنی ماما، where is edge of the world، یعنی لبه دنیا کجاست؟ لبه دنیا یعنی اگه بریم برسیم به لبه دنیا میفتیم پایین از اون برش، میفتیم توی یه اسفیر دیگه، میفتیم توی دنیای دیگه. همونجوری داره این سوالا رو میپرسه، بعد میبینیم زنه دستش میاد عقب و یه سیبی به صورت جادویی با از هوا میاد میره دست بده، و اینجا میفهمیم که دست بچه میده. اینجا میفهمیم که پس مادره یه جادوگر بوده. خب اینا همش نکته است، ولی این سیبر اینجوری هم میخواد به ما بفهمونه که اون جادوگره. بعد درشکه که وای میسه، زنه یه دفعه برمیگره که میگه آب نیاز دارم، برو برام آب بیار از کنار چشمه. گارد میره و وقتی آب برمیگره میبینه مادرش رفته، و اینجا صدای یه مرد رو میشنه میگه گارد، ای گرالت میگه رسمیر رسمیر. و اینجا ما فهمیم که داره اینجا میشه که گرالت میره، یعنی وزمیر پیداش میکنه و میبردش کایر موهن و گرالت تبدیل به یه ویچر میکنه. و مادر این تصمیم رو گرفته بود، یعنی مادر میخواسته که این بره اونجا یه ویچر بشه. بعد در صحنه بعدی کشته شدن چند تا از جادوگرها رو میبینیم، اطلان رو میبینیم کشته میشه، کورال رو میبینیم که دستشون قطع میکنم، اون جادوگری که اینجوری میکرد رو میزنم میکشنش، خیلی ناراحت شدم. بعد میام تو میبینیم که یه دفعه فرینجیلا چیز رو نشون میده، این نمیگم به این فرینجیلا، سابرینا رو نشون میده. سابرینا رو نشون میده که یه دفعه میره به چند تا از بچه ها از این چیزهای انفجاری ها میده، اینجوری سرم بشتون میده که یعنی خودتون میدونی چیکار کنید. و اینجا به نظر میسه که میخواد سابرینا بهمون چیز کنه، خیانت کنه، و همینطور که بچه‌ها رو کنترل میکنه، بچه‌ها میرن چیزا رو منفجر میکنن، و بعد خودش هم میره چیز میکنه، خودش هم میره با حمله میکنه به ینیفر. ینیفر تعجب میکنه، میگه این چه داره من حمله میکنه. بعد ما میبینیم تو گوش بچه‌ها اون کرما که اینجوری رو کر آهنه که رو زمین ول کرده بود، اونا میره تو گوششون و مغزشون رو کنترل میکنه، و یکی از انفجارات اتفاق میفته، ینیفر و فرینجیلا میافتن پایین. ینیفر خودش رو کنترل میکنه، نمیخوره زمین، ولی فرینجیلا میخوره زمین، و میگه متاسفم که این کارو کردم. و بعد دیگه ینیفر دارم تو رامون میبینه همه کشته شدن، تریس منیگولد اون بر افتاده، آتیش خورد تو گردنش، و این یه نکته داستانی داره داره که آتیش خورد تو گردنش. بعد میره اون بر میره چه میدونم جسد کورال رو میبینه، و هی داره تو ذهن خودش صدا میده. بعد یه دفعه صدای چیز رو میشنه، فرینجیلا بهش میگه که من نمیدونم تو چرا همه عمرو داری دنبال یه چیزی میگی، تو دنبال چی هستی؟ اینجا در نیلفگارد لیمیتلسه،
هیچ محدودیتی وجود نداره، قدرت این لایتناهی داری، میتونی بیای اینجا به ما بپیوندی و قدرتت چند برابر بشه اینا. این حرفا رو داره تو ذهنش میزنه که بعد یه دفعه میریم روی چیز، میبینیم ویلیو فورس رو زمین بلند میشه، بعد میاد جلوتر، میبینیم یه جادوگر رو زمین، یکی از جادوگر خودیه، یعنی جادوگر خودی رو زمین افتاده و زده سیچه تا از این نیلفگاردیا رو کشته، میگه ویلیو فورس رو کمک کن. و اینجا یه پیچش داستانی ببین، پیچش داستانی که ویلیو فورس برمی داره با یه دونه چیز به جایی که بهش کمک کنه با یه دونه چی میگم به اینا گورز میزنه، کله یارو رو میترکونه و بعد وقتی نیلیفر هم میشونه ویلیو فورس ما صدای ما رو داری جواب نمیده و اینجا اینجا شخصیت ویلیو فورس انگار میچرخه، معلوم نیست چی شد اونجا خورد زمین مخش تاب براش یا اصلا هدفش چیز دیگه بود، حالا نمیدونیم کلا دیگه توضیح نمیدونیم، به کار میره برای فصل دوم که ما بفهمیم قضیه ویلیو فورس چی میشه. خب من نمیدونم، من میدونم این شخصیت مهمی ولی نمیدونم الان این حرکتی که زد چی بود گذاشت دقیقاً و نمیخوام چیز حدسی بزنم که خب میگم بعد میگه تیسایا که بعد میریم رو صحنه تیسایا، اما از اینکه تیسایا بلند میشه برمیگردیم به خط داستانی گرالد که میبینیم داره توهم زده، هی میبینی یه نیفه میره بالای سرش داره حرف میزنه باش، همینطور تو این حرف هاست که یاد میبینیم یه زنیه میگه این بوی جادو، یعنی گرالد میگه این بوی جادو چیه تو هوا، زنه میگه خب من یه جادوگرم دارم بهت کمک میکنم، اینجا جنگ سادن داره اتفاق میفته و من صدای یه مرد رو شنیدم که درخواست کمک میکرد، یعنی اون دروش که چهر میگه و بعد که اومدم تو رو دیدم حالا دارم بهت کمک میکنم، من این تخصص منه، تخصصش توی چیزه، تخصصش توی جادوهای به قولن درمانیه این زنه. بعد گرالد هم تو افتاد زنه میگه ممنون مرسی که من کمک کردی، زنه یه دفعه یه جمله میگه، یه کسایی که دستینیشون سرنوشتشون به هم پیوند خورده باشن، یعنی از طریق سرنوشت به هم پیوند خورده باشن بالاخره یه جوری هم دیگر پیدا میکنن. وقتی این حرف میزنه گرالد یه دفعه ما، چون یکی از حرفای مامانش بود، یکی از حرفایی که مامانش همیشه میزد این بود و میفهمیم که اون زن مهم میگه بیا جلوتر ببینم، بیا جلوتر، صورت زنه رو میبینیم خیلی سر قشنگ که ویسنا، اسم زن ویسناست، یعنی اسم مادر گرالد ویسنا بوده. بعد یکی از خفن‌ترین دیالوگایی که مثلا تاریخ میچر اصلا اینجا گفته میشه، اینکه گرالد بهش میگه بیا جوری تربیا دوست داری چشامو نگاه کنی، بعد زنه به چشاش نگاه کنه میگه میدونی برای اینکه چشای ما خوب بشه توی کار مهم چی کار با همون میکنن، زنه میگه نکن این حرفا رو با هم نزن، میگه میدونی، میگه ویسنا میدونی توی کار مهم از هر 10 تا بچه فقط 3 تاشون از تریال از آزمون زنده به بیرون میاد، کلن بیچاره وقت میخوام بسازن یه آزمونیه که آزمون نگه گرنس می نویسن یه آزمایش یه روشون انجام میدن، حالا یه چون نشون نهده میگم الان از الان شروع کرده دیگه تو فصل بعدی نشون بده آزمون چیه، نشون میده قطعا تو فصل بعدی، برای من هم چیز نمیگم، اون چیزی که باهاش بیچاره رو تبدیل میکنن اون از هر 10 تا بچه 3 تا فقط دووم میارن، که فقط بهم بگو گرالتش، میگه فقط بهم بگو آیا قبل از اینکه منو جلوی درمون بذاری، در کایر مورین بذاری که بزمین منو ببرمون تو، میدونستی که اینو میدونستی که از هر 10 تا 3 تا زنده میمونن؟ و زنه میگه این سوالا رو بل کن، این سوالا فقط چیزا رو خرابتر میکنه، همه چیز رو خرابتر میکنه. دیگه چی گرالت همینطوری داره باهاش چیز میکنه، باهاش صحبت میکنه که زنه میگه فراموش کن من یه چیز خواب بودم، من فقط یه رویا بودم و اینا، در حالی که داره زنه بهش کمک میکنه واقعا. و اینجا نشون میده که بعد چیز میگه، وقتی هم بهش میگه گرالت، گرالت میگه منم با این اسم صدا نکن، این اسمیه که وزنیر برای من گذاشته. و بعد اینجا دقیقاً نکته که وجود داره اینه که ادامهشو نمیگه، تو کتاب مادره برمیگره به گرالت میگه که نه این اسمی که من بهش گفتم برات بذاره، نمیدونم چرا نگفت چون دقیقاً تو کتاب اینو بعد گفته بود اصلا موهاتون میپوکید، یعنی قشنگ موها راست میشد اگه این حرفا رو میزد، ولی نگفت، نمیدونم چرا نگفت، حالا نمیدونم من اشتباه دارم میشنوم، یعنی من اشتباه یادم میاد، ولی دقیقاً یادمه که مادره وقتی این حرف گرالت بهش میزنه میگه که اون وزمیر اسم گرالت رو روی من گذاشت، میگه نه اسمو من برات انتخاب کردم، اصلا اینکه از صحنه های تاثیرگذار بود این صحنه. که بعد دیگه بلند میشه حالش خوب شده، حالش خوب شده، میگه کوش اون زنه کجا رفت، میگه کدوم یکی رو میگی، میگه منظورت چیه، میگه توی خواب تو بودی 200 تا زنه اسم 200 زنه گفتی هیچ دیگه. گراد بلند میشه میگه چقدر تا سادن رو هست تا اون میدون نبرد، مرده میگه نمیدونم 2 ساعت نه یه چیزی یادم نیست چقدر گفت. بعد یه گراد میپره پشت چیز درشگه، بعد اینجا یه اتفاق خفنی میفته، مرده میگه
من یه چیزی که من یه تاجر ساده هستم، یه کشاورز ساده هستم و پولی ندارم بهت بدم به خاطر اینکه جونمون نجات داده در دست اون گریورا، ولی به جاش قانون سورپرایز چیز میگه بعد میگه بیا باز شروع شد گاری باز شروع شد یه میگه لا سورپرایز می نمیخواد ای وقت رسیدیم به منزل فقط یه دونه لیوان مشروب بهم بخورم بدهید برطرفه قانون سورپرایز چیزا رو ول کن اصلا کلا. بعد صحنه خیلی قفل تموم میشه و در صحنه بعدی تاثیرگذارترین و اشکاورترین اصلا هرچی بگم کم میشم این قسمت رو میبینیم، صحنه ای که ینیفر میره پیش تیسایا میگه تیسایا تو زنده ای، فرینجلا به کمکت نیاز داره، بعد تیسایا هم تو اینجا حالت مات و مبهوتی و اینا، بعد وقتی که ینیفر میبینه اون حالت داره میگه که تو منو نجات دادی، you saved me. تیسایا میگه حالا وقتشه، it's your turn، حالا نوبت توه، حالا وقتشه که تو این مردم رو نجات بدی، شما رو نجات بدی. و این جمله خفن میگه تمام اون اتفاقایی که برات افتاده بود همه رو یادت میاد، همه رو به یادت بیاد و وسلت رو فراموش کن. میگه اون کوزه بود که کوزه، میگه اون کوزه اون محدودیت هایی که داشتی، استاد به شاگرد داره میگه دیگه محدودیت ها رو بذار کنار، اینجا جاییه که کیاس تو رها کن، بذار هرچی تو وجودت بیاد بیرون، خودتو تخلیه کن کامل. و چون اون میدونه که ینیفر قدرتمندترین جادوگریه که با عمرش دیده، وقتی که اگه و خودش به عنوان استادش بهش یاد داده بود که این چجوری اینو کنترل کنه به تعادل برسونه، حالا داره بهش میگه آزادش کن. و ینیفر با یه حالت خیلی خفنی بلند میشه، بعد میره به سمت اونجا، میبینیم یه خونه ای که آتش گرفته و این برای اولین بار از آتش چیزشو میگیره، از آتش اون انرژی جادویشو میگیره و همونطور برای توضیحم جادوی سیاه میکنه برای اولین بار به اجازه تیسایا. و میگم میره اون بالا و چیز میکنه، آتشو میزنه، صحنه اصلا خفن، همه دارن ذوب میشن. اما نکته ای وجود داره، تیسایا رو دورش رو یه لایه میکشه و اینجا این برداشت من، حالا نمیدونم منظورش این بود یا نه، ولی تیسایا تعجب میکنه از این موضوع که این درسته که کل نیروشو چیز کرده داره آزاد میکنه، ولی کنترل داره. و اگه یادتون باشه تو اون قسمت چیز، تو اون قسمت اول میگه تحت کنترل داشتن کیاس یا جادو دو تا چیز وجود داره، تعادل و کنترل. یعنی فر اینجا کنترل داره میکنه خودشو، با اینکه داره از جادوی سیاه استفاده میکنه کنترل میکنه و تیسایا رو نمیسوزونه. خب میدونی به نظر من منظورش این بود که یعنی فر به یه درجه بالاتری از جادوگری رسیده که حتی اگه جادوی سیاه رو هم استفاده کنه به خودشو کاملا به کیاس نمیبازه، به آشوب جادو داره نمیبازه، میتونه کنترل کنه، حتی در همون حد هم میتونه کنترل کنه. و یکی از صحنه‌های توپ اصلا عالی میزنه، همه رو میترکونه و اونورم کاهی رو میبینیم که میبینه همه نیروها شکست خوردن و اینا. و بعد که تموم میشه اینا، تیسایا بلند میشه میبینه اونجای اون سخت سنگی که ینیفر روش بایسته بود دیگه ینیفر روش نیست و نمیدونیم ینیفر چه اتفاقی براش افتاده. و صحنه بعد میایم سیری رو میبینیم که توی تخت خواب خونه اون زن خوابیده، زن باهاش صحبت میکنه، میگه من از این دنیا خیلی چیزای زیادی نداشتم، یعنی همه چی دارم، راضیم به همه این چیزایی دارم، یه پسر دارم، یه شوهر دارم، یه خونه دارم، یه سقف بالای سرم دارم، هر یه چیز کم دارم، یه دختر دارم و دوست دارم تو دخترم بشی. و اینجا اصلا بازیگر سیریه خیلی خوشگل شده، اصلا من از قیافش در حالت عادی خوشم نمیاد، ولی اینجا اصلا یه دختر گوگولی من گوله یک بچه کوچیکای خوب گیری بهش کرد، خیلی خوب شده، میخنده انگار الان دلش میسوزه براش که یعنی یه دختر اینجوری چرا باید این بلا سرش بیاد. بعد دیگه سیری میخواد، بعد تو خواب چیزو میبینه، تیسایا رو میبینه که داره میگه ینیفر، اون وقت گرالت میبینه ینیفر، داره ینیفر میکنه، بعد یه دفعه بلند تو همون خوابش چیزو میبینه، مادر بزرگش میبینه که میگه برو دنبال دستینیت، برو دنبال سرنوشته، برو گرالت ریویوی رو پیدا کن. و اینجا از خواب میپره و میفهمه که بعد بره دنبال دستینیش و میزنه از خونه بیرون و میدونه توی جنگل. بعد صحنه بعدی غافلگیری بزرگه، میبینیم اون دانشگاهی که گرالت حرف میکرد میرسه به همین خونه و اینجا ما میفهمیم که اوه پس خونه اینجا اون چیزه، اون کشاورز خونهش میشه این بوده. و اوه نشه میگه اوه یه چیز رفت، سیری رفت، گرالت تازه رسید، حالا دیگه از دیگر نمیبینه. اینجاست که بعد یه دفعه زنه تو میاد، زنه یارو دانشگاهی تو میاد و
هم میگه بهش بعد یه چیزی بگم میگه من هم یه چیزی بگم من یه ویچر بگم میگه من هم یه دختر من یه دختر یتیمو پیدا کردم حتی گرار اینجوری what the fuck اولش یاد اون قانون غافلگیریه که با اون یارو بسته بود میفته و بعد اینجوری بلند تعجب میکنه و میگه ولی ول کرد رفت و همین که میگه ول کرد تو جنگل گرارد میدوه میره و توی جنگل توی یه در حیر یه آهنگ بسیار زیبا سیری رو میبینه هم دیگر رو میگیرن تو آغوش هم و بعد گرارد بهش میگه که همون جمله مادرش رو بهش میگه یه کسایی که با دستینی با سرنوشت به هم پیوند خورن بالاخره یه جا هم دیگر رو پیدا میکنن و بعد سیری دفعه میگه ینیفر کیه؟ گرارد باز چاش چیز تر میشه و این قسمت با یه چیز تموم میشه به قولن رسیدن این دو تا با هم تموم میشه و خب قسمت دیگه نمیدونی فصل بعدی فصل گرارد و سیریه در هست و تغییرش داده بودن کتابش خیلی قشنگ‌تر اینا دو تا هم دیگه رو پیدا میکنن و میگم اصلا اگه میخواستم اونجوری اجراش کنن خیلی چیزا رو بعد از دور توی سریال تغییر میدن یه مقدار میگم سینمایش کردن میگم میخواستن این صحنه که این دو تا هم دیگه رو میبینن اینجوری به هم میرسن و چیز کنه البته این اتفاقه که اینجا نشون میده میفته فکر نکنید نمیفته این اتفاق میفته ولی توی یه داستان دیگه خب نه این شکلی که اینجا اتفاق میفته یکم متفاوته برای همین هم هست یه مقدار این آخرش شما میبینید که سیری بدونی که تارا گرارد دیده باشی میاد تو بغلش خب در حالی که چونش خیلی شد خب میگه همدیگر ندیدن گرارد دیده بود اونو ولی اون که اونو سیری رو ندیده بود بعد این جمله که گرارد میگه یه کسایی که از نظر دستینی با هم دیگه چیز شده باشن با هم پیوند خورده باشن بالاخره به هم میرسن و اون خوابی که چیز میبینه خوابی که سیری میبینه میگه این توضیحش اینه که آره تو خواب سیری تو خواب گرارد رو دیده بود همون خوابی که دید بعد بلندش میخواست بره و گرارد هم توی خود دربار دیده بودش دیگه همون روز رفت دید که اون دختر دروغیه سیری دروغیه به کی میره میگه اولیا حضرت من دیگه از خدمت تو مرخص بشم گرارد میفهمه دروغ گفته بهش کارانته این میاد اینجوری حلش میکنه ولی توی کتابش یعنی اگه بخوام توضیح بدم به طور کلی این اتفاق میفته که اون قسمتی هست اولش که سیری میره وارد جنگل میشه دقیقا اونجایی که سیری وارد جنگل میشه گرالت هم بر حسب اتفاق وارد اون جنگل میشه و بعد توی اون جنگل این سیری رو پیدا میکنه تو کتاب دارم میگم و سیری رو پیدا میکنه و هنوز نمیدونه که این سیریه خب و بعد هرچه جلوتر میره اتفاقهای مختلفی میفته که گرالت یه دفعه میفهمه این سیریه و خیلی اون اوجش بیشتر یعنی لحظه ای که تو کتاب میفهمه گرالت که این دختر همون سیریه که بچه سرنوشتشه و خب من خب اگه میخواستن اون کارو بکنن خیلی از این اون صحنه‌ای بود که با درای آرت ها بود یعنی همش میشد صحنه‌ای که درای آرت ها بودن گرالت هی میخواست با اونا یعنی گرالت میره تو اون جنگل کار داشته میخواست یه هیولای چیز شکار کنه که بعد اونجا این دختره سیری رو پیدا میکنه و هنوز نمیدونه این سیریه بعد درایارت ها سیری رو میگیرن میرن پیش خودشون میخوان تبدیلش کنن گرارد مخالفت میکنه با این قضیه میگه نه اینو نباید تبدیلش کنین هنوز گرارد نمیدونه که این بچه سرنوشتشه گرارد میگه نه این کار شما حق ندارین انجام بدین و تو همین چیز هاست که یه دفعه گرارد صحبت هاست که اون زنه اون رهبر درایارت ها به گرارد میگه آره این همون بچه سرنوشته توه و دیگه گرارد راضی میکنه اونا رو که سیری رو برگرد میگم چون کتابش یه جور دیگه است اینجا برای اینکه بتونه داستان رو بیاره بیرون از تو جنگل چون داستانش خیلی تو جنگل دیگه کلا تو جنگل جلو میره و خیلی خسته کننده میشه دیگه به هر حال میاد اینجا و سینمایش میکنه این رسیدن این دوتا به هم دیگه رو که البته این رسیدن این دوتا جزء یک یه اتفاق میفته گرارد و سیری از دوباره از هم جدا میشن و دوباره پیوند خوردنشون با هم دیگه توی یه با یه همچین صحنه اتفاق افتاد. گرارد دومو میدونه سیری کیه و سیری رفت میبینه اون این اتفاقی که مثلا گرارد با دورشکه میاد چی زخمی شده میرسه به خونه اینا و بعد سیری رو رفت میبینه اونجا و میگم حالا برمیام کتاب یه چیز دیگه است کتاب واقعا چیز دیگه ایه ولی خب من خوشحالم که اینا داره اینقدر قشنگ اون لارن اشمیت چی اسمش فیلمنامه نویسش خیلی قشنگ و هنرمندانه داره میبره جلو یعنی من راضیم از این تغییرهایی که داره میده داره باعث شده که من هم به عنوان کسی که خوردم کتاب رو برام چیزای جدید میبینم یعنی فقط یه اینجوری این اینجاشه اون اونجاشه و خیلی خوشم میاد از این کارش و امیدوارم این تغییرات رو به موازات داستان ببره جلو یعنی اینجوری نباشه که
انقدر تغییرش بدی بعد مجبورشن آخر داستان رو تغییر بدن. چون آخر داستان ای تغییر بدن من اصلا مشکل دارم باش. آخر نیچه بهترین آخری که من تو عمرم دیدم، یعنی واقعا بهترین کتاب از نظر آخر رو بخوام بگم بهترین پایان بندی رو داره کتاب هفتم. من نباید خرابش کنم پایان بندی رو، پایان بندی با شکوه و بعد با شکوه بمونه. خلاصه میگم نمیخوام وارد بخش اسپویلرش بشم، فعلا 20 سال مونده تا رسیده اون اتفاقی که کتاب هفتمش میفته. این زودی هم تازه الان توی این هفته قسمتی که دیدیم کتاب اول رو کامل پوشش داد با دو تا فصل از کتاب دوم، یعنی آخرین آرزو باید شمشیر سرنوشت. خلاصه مرسی که توی این مدت با من بودین، یه تجربه جدیدی بودین ویچه و من مسئولیت خودم نیمستم به عنوان کسی که ترجمه کرده این کتاب رو که به جامعه ایرانی حتی این سریال رو هم معرفی کنم، چون بالاخره من یه چیزایی میدونم توی این باید میذاشتم در اختیارتون و خیلی هم استقبال کردن. به حال این امیر گیم شو چنل گیمینگه که همیشه من گفتم چیزایی که خوب باشه رو کنارش میذاریم، اینم جزی از انترتینمنت امیر گیم شو چنل انترتینمنت تفریح و سرگرمیه که فوکوسش روی بازیه ولی کارهای اینجوری هم میکنیم. اگر چیز خوب باشه، سریال با کیفیت، فیلم با کیفیت باشه. خلاصه این از برنامه جدید اسپویلر تایم که با ویشر شروع کردیم و خیلی خوشحالم که این کار کردیم. یادتون هست که برای حمایت از من صفحه های امیر گیم شو رو دنبال کنید، ویدیوها رو لایک بزنید و اگه دوست دارید حمایت کنید از برنامه، چون بچه ها امیر گیم شو درآمدی که نداره از ویدیوها، امیر گیم شو با حمایت های بچه هایی که الان حمایت کردن پیش اومده، جلو اومده و حمایت های مالی شما کم و زیاد خیلی اهمیت نداره. مهم اینه که حمایت هاتون مستمر باشه از برنامه، حالا چه مالی چه معنوی. و دمتونم گرم از همه بچه‌ها که انرژی دادن توی این مدت. این کار ویچر کار سختی بود، یعنی قشنگ باید هر قسمت تقریبا دیگه از قسمت میگم از قسمت 4 اینا هر قسمت دو دور نگاه می‌کردم و بعد میشستم تک تک عکس می‌گرفتم از صحنه، میشستم روش صحبت می‌کردم. یعنی اینجوری هم فکر نکنید که مثلا اینجوری می‌زدم تق تق می‌رفت جلو، واقعا با دقت سعی می‌کردم دقیق باشه چون خودم علاقه دارم به این قضیه و نمیخوام چیز اشتباهی از دهنم در بیاد که بعد بچه‌ها از نظر داستانی ایراد پیدا کنن. تمام تلاشم رو کردم که همه چیزو دقیق بگم، اگر اشتباهی چیزی رو گفتم معذرت میخوام، واقعا متوجه نشدم. و مرسی، دمتون گرم. تا چیز دیگه از همین گیم شو، یه حرکت دیگه، یه بازی دیگه، یه فیلم سریال دیگه، یه چیز سرگرمی جالب دیگه. خدافظ.